درصد. آره. ولی خب انتظارا زیاده. آره. این انتظارا زیاده، شاید به حق طبیعی هم طبیعیه هست. چون بله. من خودم نه خودم من خودم میدم. بیشتر وقتی بچه‌ها صحبت می‌کنن راجع به اینکه آقا مثلا فلان ویدیو فلان برنامه فلان نه، می‌بینم که چقدر آتش دارن، چقدر علاقه دارن اینجا ببینن. همین خوبه. این چیزی این مسئولیت ما زیاد می‌کنه. مثلا انتظار میره بالا، البته که ما همه تلاشمون رو می‌کنیم. بله و اینم بهتون بگم که کامنتایی که میدین و از ما چیزی می‌خواین، این ده خیلی ده. برای ما خوشحال کننده است. دقیقاً. حالا می‌خواستم راجع به همین صحبت کنم. ولی بذار اول از اون جیپوسیتی که نوشتی ببینیم که سوال چی جواب دادین هفته؟ این هفته اول راجع به کرانچ صحبت کردیم. کرانچ چیزی که مثلا هی میبینیم که میگن آقا فلان بازی تو مرحله کرانچه. این خوب. یعنی چی هست؟ بعد راجع به شبیه سازا صحبت، امولاتورها. امولاتورهایی که با کنسول قدیمی بازی. دقیقاً. خب پس جالب سوال این هفته. بریم ببینیم. اتفاقا جوابش هم جالب باشه. مرسی، بریم ببینیم. منظور از دوران کرانچ تو ساخت بازی یعنی چی؟ معمولا پس از گذشت مدت مشخصی از توسعه یه بازی ویدئویی، سازنده ها و ناشر اون اثر زمانی رو به عنوان تاریخ انتشار بازی در نظر می گیرن که تا اون موقع باید کار ساخت تموم و بازی اصطلاحاً گلد بشه. اما بعضی وقتها شرایط کاری استدیوها به شکلی پیش میره که اونا موفق نمیشن ساخت بازی رو تو موعد مقررش تموم کنن و به همین دلیل بیشتر از حد معمول کار میکنن تا بتونن بازی رو به تاریخ انتشارش برسونن و به این دوران دوره کرانچ گفته میشه. تو چند وقت اخیر به دلیل ساعت کاری خیلی زیاد تو دوران کرانچ، حاشیه های زیادی برای استدیوهایی مثل نیدرلم یا حتی راکستار پیش اومده و مثلا گفته میشه سازنده های Red Dead Redemption 2 مجبور بودن تو این دوران هر هفته 100 ساعت کار کنن. امولاتور یا شبیه ساز یعنی چی؟ امولاتور یا شبیه ساز به نرم افزارهایی گفته میشه که از طریق اونها میشه بازی های یه پلتفرم رو روی پلتفرم دیگه ای تجربه کرد. برای مثال EPSXE امولاتوره که امکانه اجرای بازی های اولین کنسول پلی استیشن رو روی پی سی فراهم میکنه. یا حتی پس از انتشار نسخه بازی The Legend of Zelda Breath of the Wild بود که امکان اجرای نسخه Wii U اون روی پی سی از طریق امولاتور فراهم شد. البته باید این رو در نظر داشت که معمولا بازی های اجرا شده از این طریق روی پی سی همیشه بهترین کیفیت ممکن رو ارائه نمیدن و گاهی ممکنه مشکلاتی مثل افت فریم رو تجربه کنید. دست درد نکنه. مخلص. ممنونم ازت. منم ازت. دست درد نکنه. این یه چیزی افشین گفت که گفت میگم که چرا رو پلی استیشن بعضی از بازی‌ها رو بازی می‌کنیم، بخاطر اینکه خب ناشره که خب برای ما کد می‌فرستن، ما تصمیم نمی‌گیریم که چه چه پلتفرمی بفرستن. و وقتی کد رو می‌فرستن ما دیگه یا باید بریم خب اون کد رو بلا استفاده بذاریم مثلا برای پلی استیشن، بریم اکس‌باکس رو بخریم. برای همین خب ممکنه بیشتر بازی‌ها رو اکس‌باکس رو پلی استیشن بازی کنیم. یه چیزی هم که من می‌خواستم بگم تقریبا آخر برنامه است. اونم اینه که یادم رفت. نه. یه درزل کوتاه. اونم اینه که ما همه تلاشمون رو داریم واقعا می‌کنیم که تجربه کاربری شما رو بهش بگن UX. تجربه کاربری شما رو در واقع بهتر کنیم تو زونجی. یه موقع هست مثلا تو ویدیو شما خب این تغییرات رو می‌بینید. مثلا تو این شرایط اقتصادی به هر حال یه هزینه خوب می‌کنیم. یه فضای جدیدی بیایم، چه میدونم حالا دوربینای جدید بگیریم، نور جدید بگیریم، یه میزی بگیریم که مثلا نیم نگاهی بورد گیممون بهتر باشه، تلویزیونمون بزرگتر باشه، هر چی، یا فریم رو مثلا توی فضای جدیدتری اجرا کنیم به خاطر برنامه‌اش. ما الان خب... تقریبا ببخشید تو بعدم 4 5 سال بود که رو همون میزه. آره اون میزه رو من میبینم میخوام کلمه بکوبم روش، یعنی حتی الان دیگه خیلی وقت ندیدمش، نصفش کردن به خاطر من که نبینمش. اما خب مثلا تو مجله اینجوری نیست. بله تو مجله مثلا خیلی از بچه‌ها به حق میگن آقا کامنت‌ها ایراد داره. قطعاً بله. ما هم قبول می‌کنیم که ایراد داره. بله. آقا استرچ مشکل داره. ما هم می‌دونیم بده. ولی خب وقتی اون پشت تو بک‌اند تو بک‌اند مجله و اون بخش فنیش تا وقتی تکمیل نشه نمی‌تونیم چیزی ببینیم. درست. ولی خب ما این قول رو می‌خوایم بهتون بدیم که داریم یه واقعاً یه کارایی می‌کنیم که بهترش بکنیم. شاید باورتون هم نشه واقعاً.
و خب شاید باورتون نشه تو آینده نزدیک بتونیم یه اطلاعاتی بدیم. تو آینده نزدیک قطعا میشه ان شاءالله تو طولانی مدت هم که سعی میکنیم یه چیزی هم میخوایم بیاریم بالا، اونم دیگه تو اومدی بگی. Thank you.